رگب تاک نوشته فاضل غیبی فصل 24 از شهریور 1320 تا بهمن 1357 از هیچ کاری نتیجه که میخواستیم بر نداشتیم کس روی بررسی خطوط اصلی زندگی اجتماعی و سیاسی در دوران رضاشاه نشان داد که نوسازی ظاهری آن دوران را نمیتوان سرآغاز تاریخ معاصر ایران شمارد چنانچه پیکری تاریخی اجتماعی در اوایل عصر قاجار همچنان برقرار بود و دوپایگی حکومت و تداوم تسلط شیعهگری بر جامعه ایرانی همچنان کوشش های پیشرفت طلبانی دستگاه حکومت سیاسی را سطحی و ناپیگیر میساخت. پایگاه حکومت مذهبی هرچند دیگر قطب مقتدر جامعه نبود همچنان با اتکاب سلطه بازدارنده مذهب شیعه جامعه ایرانی را از خیزش در مسیر انسجام ملی و تحقق ماندگار رفورم های دولتی باز می داشت و بدین جهت کوشش نیروهای ملی را نیز چه در درون دستگاه حکومت سیاسی و چه در سطح جامعه باید در سلسله کوشش های پی پی و نافرجام در طول یک قرن پیش از آن ارزیابی کرد. نوسازی های رزاشاهی چهره ظاهری ایران را بگونه ای بازگشت ناپذیر دگرگون ساخت و در پس این حاله پیشرفت ظاهری که به هیچ روی با تحولات مثبت اجتماعی همراه نبود نیروهای درون دو پایگاه حکومتی به طیف گسترده ای دست یافتند و به ویژه با برآمدن نیروهای چپ و ملی در جامعه ایرانی تنوعی پدید آمد که پرداخت پیکره تاریخی برای دوران محمد رضا شاه را از نظر پیچیدگی روندها و دوگانگی پدیده در سطحی کم نظیر در جهان بالا برد. هدف از بررسی حاضر نیز همین بود که به منظور غلبه بر پیچیدگی های جامعه ایران نگاه خود را به گذشته ای دورتر بدوزیم و مختصات اصلی جامعه را در زمانی بررسی کنیم که مرزها و چهره ها هنوز به این اندازه مخدوش و دوگانه نشده بودند. امیدواریم در چهارچوبی که به دست داده ایم به با توجه به محدودیت مجال و امکان و با وجود خطر کجمدیشی ناشی از ساده انگاری دست کم با اشاراتی جسته و گریخته به پیکره تاریخی دوران محمد رضا شاه بپردازیم. مهمترین دگرگونی در پیکره اجتماعی سیاسی پس از شهریور بیست را باید برآمدن جنبش چپ در جامعه ایرانی دانست. پس از سی سال که تنها انگشت شماری از تحصیل کردگان ایرانی در مدار افکار سوسیالیستی میچرخیدند اینک با پیروزی نامنتظره ارتش سرخ در استالینگراد افکار چپ در میان مدرسه دیدگان ایرانی با سرعتی باور نکردنی گسترش مییافت مهمتر از پایگاه تودهای جریان چپ که در نیمه دهه 20 به شمار 250 تا 300 نفری در جمعیت 20 میلیونی ایران رسیده بود نفوذ عمیقی مطرح بود که این جریان در میان روشنفکران و سرآمدان جامعه یافت این نفوذ پاینده و چندان عمیق بود که از دیدگاه امروز باید داوری داریوش آشوری را پذیرفت که از این پس روشنفکران ایران کم و بیش همگی زمینه ذهنی مارکسیستی داشتند. توجه ما به این جریان نیز بیشتر ناشی از اهمیت تعیین کننده ای است که روشنفکران و روشنگران در راهبری جامعه داشته و دارند. پرسیدنی است که چگونه میتوان این پدیده شگرف را با توجه به ساختار اجتماعی و ماهیت فرهنگی جامعه ایرانی توضیح داد. چگونه ممکن شد تا تفکر موسوم به چپ به چنین سرعتی گسترش یابد؟ آیا این گسترش سریع را باید ناشی از برندگی، قنا و تازگی این جریان دانست؟ و یا خود باختگی هویت تاریخی و فرهنگی نسل جوان را باید عامل آن شمرد؟ چگونه بود که افکار دموکراسی خانه برخواسته از اروپا در طول یک قرن گذشته تنها با دشواری و به طور مزخ شده در میان روشنترین اذهان ایرانی رسوخ یافته بود و اینک در طول فقط چند سال افکار چپ که در اروپا در ادامه جریانات پیشین پدید آمده بود چنین گسترش می یاف. از اینها گذشته، برخورد رهبری شیعه با چنین تهاجم گسترده و بیسابقه چگونه بود، مگر نه آنکه این رهبری تا کنون کمترین انحراف از اسلام ناب محمدی را تاب نیاورده، کافران که جای خود از نسل کشی پیروان ادیان صاحب کتاب نیز عبایی ننموده بود، پیش از آن که به جستجوی جوابی برای این چیستان براییم نگاهی به منظره کلی دهه بیست از سقوط رزاشا تا نخست وزیری مصدق ضروری می نماید. آنچه درباره منظره تاریخی این دهه در انبوه کتاب منتشر شده بازتاب یافته است از سهرک و فراز و های اجتماعی و سیاسی فراوان حکایت دارد بیشتر نویسندگان این کتاب ها نیز به سبب وابستگی به جریان چپ در این دهه به لحاظ اینکه سرآغاز این جریان بوده است با ستایش و حسرت نگریستهاند اما نکته اینجاست که حتی یک نفر را نیز نمیتوان یافت که از گسترش بهمنوار این جریان به عنوان نوزایی فرهنگی و یا انقلاب اجتماعی سخن گفته باشد در حالی که گسترش یک جریان نوین در جامعه صرف نظر از تغییری که در توازن قوای اجتماعی و سیاسی می دهد خود به خود حاکی از وقوع تحولی فرهنگی و اجتماعی نیز باید باشد چنانکه که خواهیم دید واقعیت نیز چنین است که نمی توان از دگرگونی مثبتی در جامعه ایرانی در این دهه سخن گفت این ادعاهای تاریخی را تنها با استفاده از روش پیکر نگاری تاریخی می توان دریافت. با مقایسه پیکره جامعه ایرانی و توازن قوای موجود در دهه بیست با دوران رضاشاه دست کم تا آنجا که به قدرت رهبری شیعه مربوط می شود با روندی کاملا مخالف خیزش مثبت اجتماعی روبروییم با سقوط رضاشاه و تضعیف پایگاه قدرت سیاسی رهبری شیعه که پیش از آن با محدودیت هایی در زمینه قدرت نمایی روبرو رو بود تهاجمی گسترده و همه جانبه را به سوی احرام قدرت اجتماعی و سیاسی آغاز کرد تا آنجا که حتی در پی آن بود که دگرگونی های ظاهری اما بازگشت ناپذیر را نیز از میان بردارد کسروی درباره این یورش ارتجاع مذهبی چنین گزارش می دهد. سینه زنی و غم زنی و این قبیل اعمال وحشیانه ماه محرم که ممنوع شده بود دوباره آزاد گردید در بعضی شهرها کار به جایی رسید که گرمابه نمره را بسته خزینه های عمومی سراپا کسافت را که بسته شده بود دوباره باز کردند این حالت می بزرگی به آبرو و حیثیت ایران بود بیگانگان چنین نتیجه گرفتند که این توده لایق آزادی نیست مردان زنان را به گذاردن امامه و کلاهای بیلبه و به سر کردن چادر واداشتند و بار دیگر روز خانی ها فزونی یافت. ناگفته پیداست که این قدرت یابی در درجه اول سیاسی بود و نتیجه آن دست نشاندگی دربار. روشن است که در چنین شرایطی بر تخت نشستن محمد رضا شاه بیست ساله تنها پس از کرنش در مقابل رهبری شیعه ممکن گشت. اولین اقدام محمد رضا شاه پس از به تخت نشستن برآوردن خواست روحانیت در لغو ممنوعیت برگزاری محرم و رفع ممنوعیت پوشش اسلامی بود. به دین ترتیب محمد رضا شاه که ادعای وراست پدر داشت در آغاز دوران خیش به قدمی مهمترین دستاورد پدر را که همان ممنوعیت پوشش اسلامی بود برباد داد. همین تکیه بر ارتجاع سیاه راه او را گام به گام از راه ملت ایران جدا ساخت و روحانیت را در تیفی گسترده روز به روز جسورتر ساخت. چون این شد که در طول دهه بیست رهبری شیعه نه تنها همان خدشه ای را که از حکومت رضاشاه خورده بود جبران کرد بلکه با ضرباهنگی شتابان به گسترش باز هم بیشتر قدرت خود پرداخت نکته مهم که ظهور و نفوذ جریان چپ به هیچ روی بازدارنده این اوجگیری نبود البته تغییراتی در شیوه های تهاجم ارتجاع مذهبی رخ داده بود که مهمترین آن را باید روی آوردن به ترور فردی شمرد. دگرگونی در پایگاه قدرت مذهبی از نیم قرن پیشتا کنون به همین خط می شد که به جای تحریک و اقدام به کشتار دست جمعی دگرندیشان و مخالفان، رهبری شیعه اینک با ترور گاه و بیگاه اما حساب شده کسانی از میان نیروهای مخالف و رقیب اعمال قدرت می نمود. نگاهی به مهمترین افراد در سیاهه قربانیان نیروی ضربت روحانیت حاکی از وجود روشی حساب شده است. احمد کسروی به دست سید حسین امامی و برادر وی 1324 شمسی، عبدالحسین حجیر، سید حسن امامی 1328، حاج علی رزمارا به دست خلیل تحماسبی 1331 شمسی، حسین فاطمی به دست محمد مهدی عبد خدایی 1331 شمسی و حسین علا به دست نواب صفوی 1334 شمسی کافیست تیراندازی به شاه در تاریخ 15 بهمن 1327 شمسی را به دین سیاه اضافه کنیم تا توالی زمانی این ترورها و نقشی که آنها در جهت اعمال فشار به دولت بازی می کردند افشا گردد. البته در این میان از همه مهمتر همان تیراندازی به شاه در دانشگاه است در این روز که حزب توده در اوج قدرت تاریخی خود جمعیتی عظیم را در امامزاده عبدالله گرد آورده بود تیراندازی به شاه می توانست تنها در خدمت رودررو رو قرار دادن دربار و این حزب باشد و تنها نیرویی که می توانست از آن سود برد همان رهبری شیعه بود در تاریخ معاصر ایران هیچ واقعه ایران را نمیتوان یافت که تا به این حد روشن و در عین حال تا بدین درجه با دروغ آشکار مخدوش گشته باشد از طرف این کارت هویت زارب ناصر فخرارایی او را رو به روشنی به عنوان خبرنگار روزنامه پرچم اسلام معرفی میکرد و از طرف دیگر میبایست سی سالی از آن واقعه میگذشت تا خانه کمبریج بنویسم هرچند اثبات نشده است اما این احتمال وجود دارد که زاره به محمد رضا شاه در فوریه سال 1949 یکی از اعضای فداییان اسلام بوده باشد جالب نظرتر موضع خود حزب توده است که با آنکه با ممنوع شدنش قربانی بیواسطه این تیراندازی بود و ها بار اعلام کرد که ما نبودیم حتی یک بار هم به هویت روشن عاملان ترور اشاره نکرد و حتی به این دروغ صفیحانه دامن زد که خود دربار قصد از میان برداشتن شاه را داشته است. برحال در داوری تاریخی یک چیز مسلم است و آن اینکه تنها نفع برنده تیراندازی به شاه ملایان بودند. البته شاید کشته شدن شاه که اعلام حکومت اسلامی را ممکن می ساخت سوداورتر بود اما زخمی شدن او نیز کافی بود تا هم راه نزدیکی دربار با نیروی برآمد از میان مردم کشور را برای همیشه صد کند و هم به شاه جوان دموکرات به شکلی ملموس گوش زد کند که وی به رضایت کدام نیرو بر تخت سلطنت نشسته است درباره موفقیت و برایی این روش همین بس که سه سالی پس از این انگامی که رزمارا نخست وزیر مملکت در روز روشن به دست یکی از فدائیان اسلام به قتل رسید زاره به عنوان ناجی ملت تحسین شد و توسط مجلس مورد اف قرار گرفت به دین ترتیب زنجیری ترورهایی که به طور حساب شده از سوی رهبری شیعه صورت می گرفت و واکنش زبونانی حکومت باید به عنوان شاخص قدرت یابی فضاینده رهبری مذهبی تلقی گردد. در شرایطی که پس از اعلام فتوای قتل کسروی از جمله سوی خمینی قاتل او سید حسین امامی مورد اف قرار می گیرد جای تعجب نیست که همو چهار سال بعد به قتل هجیر وزیر در بسیاری از کابینه های پیش و پس از شهریور بیست اقدام می کند. ای دقیق متوجه است که در سطور بالا فدایان اسلام نه به عنوان جناهی از رهبری شیعه بلکه به مسابه نیروی ضربت و مورد پشتیبانی و تایید کل رهبری مذهبی ارزیابی شده است. در تایید این ارزیابی کافی است اشاره شود که نه تنها آیت الله کاشانی سه سالی عضو فدایان اسلام بود که از پشتیبانی فعال آیت الله سید محمود طالقانی نیز برخوردار بودند وانگهی فدایان اسلام به عنوان گروه ضربت رهبری شیعه تنها در سایه نفوذ و قدرت فضایندی این رهبری میتوانست به چنین برندگی دست یابد و همین برندگی نیست به نوبه خود نماینگر آن است که قدرت رهبری شیعه در پایان دهه بیست به اوجی نوین در تاریخ معاصر ایران دست یافته بود. ناگفته پیداست که این قدرتیابی تنها در قبال تضعیف باز هم بیشتر پایگاه حکومت سیاسی ممکن گشت و توازن قوای سیاسی در جهت برقراری حکومت اسلامی سیر می کرد. چنانکه در پایان این دهه به سال 1330 شمسی فدایان اسلام رسما خواستار آن شدم که شاه تابع قانون اسلام باشد و در صورت تخطی از آن بتوان او را بر کنار کرد با نگاهی به موجودیت و موقعیت پایگاه حکومت مذهبی دریافتیم که با وجود پدیده های اجتماعی جدید از جمله ظهور جریان چپ پیکره تاریخی و اجتماعی ایران در خطوط اصلی همان بود که در اصر قاجار شکل گرفت کافیست موقعیت ضعیف و دوبانه حکومت سیاسی نیز در دهه 20 بررسی گردد تا کارایی پیکره ای که درباره ایران اصر قاجار به دست دادیم روشن گردد اما این موضوع از مجال این مختصر خارج است و به این سبب باز میگردیم به پرسش های تر شده درباره موقعیت و نقش تاریخی جریان چپ در دهه 20 در جستجوی یافتن پاسخی برای پرسش های یاد شده باید به این موضوع فکر کنیم که در شرایط ماندگاری ساختار دو قدرت اجتماعی و سیاسی اساسا چگونه ممکن بود که نیروی اجتماعی و سیاسی سومی پدید آید تعقل تاریخی حکم می‌کند که چون این نیروی اگر از ماهیت و نقشی تاریخی سوای دوپایی موجود برخوردار بود ناگزیر در قبال و به قیمت تضعیف دستکم یکی از این دو رشد نماید پیش از این اشاره داشتیم به امکان نزدیکی جریان شهر با دستگاه حکومت سیاسی از دیدگاه منافع ملی ایران نیست انتظار تاریخی در جهت نزدیکی جناح مترقی دربار با نیروی مردمی در جریان چپ قرار داشت. نشانه های روشنی هم در این جهت نیز می یافت. از جمله روکت بخش مهمی از وابستگان به دستگاه اداری کشور به حزب توده دعوت سوهلی نخست وزیر از این حزب برای شرکت در کابینه به سال 1322 شمسی شرکت در کابینه قوام 1324 شمسی و بالاخره انتخاب ده تودعی به نمایندگی مجلس دوره چهاردهم تا آنجا که میتوان ادعا کرد حکومت شاه در تمام طول هفت سال پیش از واقعه تیراندازی موضعی در مجموع مسالمت جویانه به این جریان داشت اما جریان چپ بر مبنای ماهیت وارونه خود نه تنها در پی نزدیکی به حکومت سیاسی نبود که مبارزه با آن را محور عملکرد خود قرار داده بود از این مهمتر و حیاتیتر موضع نیروی چپ در مورد نیروی بزرگ اجتماعی و سیاسی کشور یعنی پایگاه حکومت مذهبی است و این از شگفتی های باورناپذیر تاریخ معاصر ایران است که در این سو از برخورد و کشاکش خبری نبود برعکس گزارش ها و خاطراتی در دست است که بر مبنای آنها در مواردی از جمله در مشهد امام بسرانی چند منبر خود را در اختیار مبلغان تودهای قرار می دادن. حال سؤال این است که بر رهبری شیعه که دگراندیشان مذهبی را پیش از این با قصاوت سرکوب می کرد چه رفته بود که اکنون با این کافران خدا نشناس چنین به ملاطفت رفتار می کرد البته حزب توده به نوبه خود از درویی اصلا بی بهره نبود و با اینکه از همان ابتدا خود را حزب کامونیست می نام حزب توده را برگزید و یا سلیمان خان اسکندری مسلمان مؤمن نمازخان را به دبیر کلی انتخاب کرد اما چون این دستاویز هایی کمتر از آن بود که ماهیت الهادی این حزب را در پرده گذارد و غریزه ذاتی رهبری شیعه را به اشتباه بیندازد بدین لحاظ همیاری و یا دست کم نادشمنی رهبری شیعه با حزب توده را نه در زمینه نظری بلکه در جنبه بسیار اساسی تر یعنی در همسویی عملکرد سیاسی و اجتماعی باید جستجو کرد اینقدر هست که این همسویی برای رهبری شیعه از چنان اهمیت قابل توجهی برخوردار بود که صرف می کرد تا تضاد آشتی ناپذیر نظری میان این دو جریان ولو به شکل موقت به کنار گذاشته شود اما پیش از آن که بدین مطلب بپردازیم جالب نظر است ببینیم در اوایل ظهور جریان چپ و زمانی که رهبری شیعه هنوز این همسویی حیاتی را نیافته بود با توده ها دقیقا همان گونه برخورد میشد که پیشتر با بابیان و بهاییان کسروی این واقعیت حیرت انگیز تاریخی را گزارش داده است. سیدی در اردبیل یا نزدیکی های آن به نام میر خواست بر علیه حزب توده برخواسته و آنها را تکفیر کرده و مردم را به کشتنشان تحریز نموده. زنها را به نام ارتداد شوهرانشان از آنها جدا گردانیده به شوهر دیگر داده. اگر حزب توده واقعا آن بود که خود را به نسل جوان وامی نمود هر واکنش دیگری نیز از سوی رهبری شیعه جای تعجب می بود. اما ملایان بسیار زود بر بمرای غریزه و آگاهی بالاتر خود نسبت به رهبران پرولتاریا دریافتند که استفاده از جریان چپ بیش از آن ارزش داشت و حیاتی بود که بر اثر اختلافات عقیدتی خچهدار گردد برای یافتن ارزش حیاتی جریان چپ برای رهبری شیعه به بصیرت تاریخی و تعقل اجتماعی فراوان نیاز نیست کافی بود تا برای کند ترین عناصر رهبری شیعه نیز روشن گردد که تنها دشمن نیروی چپ از نظر وی حکومت سیاسی است تا همه چیز سر جای خود قرار گیرد پس از یک قرن که رهبری شیعه با چنگ و دندان از موضع قرون وسطایی و پیشا خود در مقابل افکار و جنبش های زایا و ترقیجو در درون جامعه ایران و رسوخ جریانات فکری از ممالک متمدن دفاع کرده بود اینک نسل جوان ایرانی و آینده سازان کشور نه تنها به عقاید عامه و رهبری مذهبی احترام می‌گذاشتند که به مبارزان بیجیره و مواجب در جبهه مبارزه با حکومت سیاسی بدل گشته بودند ذهنیت مثبت نسبت به اسلام و متولیان آن در مواد درسی مدرسه های دوران رضاشاه و خدشهدار شدن عمیق هویت ایرانی اینک راه را برای رسوخ استالینیزم علیرغم ماهیت و مظاهر ضد انسانی آن میگشود خواننده دقیق متوجه است که نگرش بلا به جریان چپ از دیدگاه منافع ملی ایران این جریان را در کنار سلسله کوشش های مکرر و نافرجامی قرار می دهد که در دوران معاصر یکی پس از دیگری در مقابل تهاجم رهبری شیعه به دگردیسی مرز کننده و در نهایت به شکست انجام می درباره این جریان و ضعف های ذهنی و عینی آن هزاران صفحه سیاه کردند در حالی که درست از دیدگاه منافع ملی ایران باید بر این موضع فشرد که جریان شب در درجه اول به عنوان جریانی برخواسته از میان مردم ایران کانون امیدها و کوششهای جمعی از فرزندان ایران شد و حتی گفته کسروی را باید تایید کرد که در سطح رهبری نیز روی هم آن حزب را نیکخواهان راه می بردند. کسری در این مسیر تا به دنجا پیش رفت که حتی وابستگی نمایان این جریان به قدرت خارجی را نیز ضعف اصلی آن نیافت. در نتیجه عقاید کمونیستی و یا در سایه تشکیلات کارگری سران حزب توده به دولت شوروی تمایل دارند و ما این تمایل را به آنان ایراد نمیگیریم. این اندازه جای ایراد نیست. آنچه از این دیدگاه جای ایراد است ناتوانی جریان چپ از قرار گرفتن در جبهه مترقی و غیر اسلامی ایران است و همین کاستی بود که این جریان را به شکست در همه خطوط محکوم می کرد. شکستی که در درجه اول شکست ایران بود فاجعه آنجاست که در این جریان برای نخستین بار پس از چهارده قرن نیروی از میان مردم ایران برآمد که جز ستیز با حکومت سیاسی نمیدانست و این در نهایت از محلال تفکر اجتماعی و رنگ باختگی فرهنگ ایرانی در قبال نفوذ شیعگری را بازتاب میداد. ما بعدا باز هم در این باره خواهیم گفت اینجا همین بس که با توجه به انرژی چشمگیری که در طول سه نسل در جریان چپ در ستیزه جویی فرساینده با پایگاه حکومت سیاسی به هدر رفت می توان تصور کرد که در صورت نزدیکی و همیاری این دو نیروی ایرانی چه انرژی سازنده بزرگی فراهم می آمد در این باره آنچه محمود بهازین پس از نیم قرن درباره جریانی که خود از رهروان آن بود بر زبان آورده از گویایی خاصی برخوردار است عناصر پیشرو ایران قافل از وظیفه روشنگری و رهبری خیش در موضع نفی و انکار جا خوش می کردند. همه چیز را به نیرنگ و عوام فریبی دستگاه باز میآوردند و خود را آسوده می داشتند. ممکن است آنچه درباره جریان چپ مطرح گشت در زیر آوار آتشبار دروغ و پردازی های تاریخی در وهله نخست دور از ذهن بنماید اما فقط تعقل تاریخی بر بنیان منافع ملی ایران است که می تواند راه پرگلولای به سوی دریافت هویت ملی و تاریخی را بروبد در پایان دهه که از آن سخن می رود در پی کشاکش با انگلیس بر سر تجدید قرارداد استعماری مربوط به نفت به موازات جریان چپ حرکتی ملی به رهبری دکتر محمد مصدق نیز پدید آمد تنها از این حیث که نشان دهیم چگونه پیکر پردازی تاریخی بر پایه منافع ملی می تواند در بازگشودن روندها و رویدادهای پیچیده ی تاریخ ایران به کار رود از این رویداد تعیین کننده نیز سخنی در میان خواهیم آورد میخواهیم بررسی کنیم جریاناتی که به کودتای 28 مرداد 32 انجام میدند از چه مکانیسم درونی برخوردار بودند و آرایش نیروهای دستم در کار به چه صورت شکل گرفته بود انقلاب مشروطه و جنبش ملی شدن نفت در نظر تاریخ نگاران از همه لحاظ متفاوتند در حالی که پیکر نگاری تاریخی نشان میدهد که در اون مایه حتی آرایش نیروها و علل برآمدن و شکست هر دو توازی حیرت انگیزی داشته است. پس از بررسی مشروع انقلاب مشروطه اکنون دیگر یافتن این توازی دشوار نیست. پیش از این اشاره شد که پس از تضعیف ظاهری رهبری شیعه در دوران رضاشاه دهه 20 علا رغم ظهور جریان چپ دهه نفوس و اوجگیری نوین قدرت رهبری مذهبی بود. این رهبری چه در وارد کردن فشار به دربار و چه در سطح جامعه در قدرت یابی با هیچ مقاومت جدی روبرو نبود. رسول مهربان عضو رهبری حزب ایران گوشه ای از تهاجم رهبری مذهبی را ثبت کرده است. از مهرماه 1326 جلوی زنهای بیهجاب در سر بازار گرفته می شود و با نصب اعلامیه های تهدید کننده و توهینآمیز به بازاریان تهران تأکید و امر می شود که از معامله و خرید و فروش با زنهای بیهجاب خودداری شود و چند مرتبه حمله و حجوم به زنهای بیهجاب و اسید پاشی مشاهده می شود علاوه بر آن زد و خوردهایی بین مسلمان ها و بهایی ها در کارخانه بهشهر ایجاد می شود که دنبالی آن به کشت و کشتار چند خانواده بهایی بهشهر می انجامد. در مورد تهاجم سیاسی رهبری شیعه از نقش بارز تیراندازی به شاه سخن گفتیم. این تیراندازی از هر سو که بود روندی را که می توانست ابتکار عمل را از دست حکومتگران مذهبی خارج سازد متفقف کرد. این روند در این جهت بود که حزب توده با رشد فضاینده در جامعه ایرانی مجبور میشد رفته رفته منافع ملی ایرانی را جایگزین انقلابیگری کور کند و سوی دیگر دستگاه حکومت سیاسی و شاه جوان دموکرات با تکیه بر نهادهای دولتی به اعتماد به نفس نوینی دست یابد اما این تیراندازی از سوی حزب توده را به مبارزه مخفی کشند و ستیز جویی آن را تشدید کرد و از سوی دیگر به وحشت دربار در مورد نیروی چپ دامن زد بدین لحاظ نیست درست مانند یک قرن پیش تیراندازی به شاه جشن رهبری شیعه بود از همه ادوار و ادعیه مذهبی برای شکرگزاری کمک گرفته شد و آشپزخانه ها در مساجد و تکایای تهران و شهرستان ها به کار افتاد به عنوان شام مجانی در تکایا و مساجد دعا و سنا و روزه و دعای ندبه برای سلامتی و صحت و عافیت شاه به راه افتاد بدین ترتیب موقعیت ضعیف دربار و تهاجم گسترده رهبری شیعه برای اعمال نفوذ شرایطی کاملا قابل مقایسه با اوضاع ایران در آستانه انقلاب مشروطه پدید آورده بود از سوی دیگر ضرورت اتخاذ سیاستی جدید در قبال پایان قرارداد استعماری نفت زمینی مساعدی برای حرکتی ملی فراهم می ساخت. این تغییرات بر پایه جنبه مثبت آموزش و پرورش عمومی راه تحول به سوی انسجام ملی را می گوشود. با وجود آنکه رشد قطب ایرانی در جامعه در قبال عقب راندن سلطه حاکمیت مذهبی فراهم نیامده بود، ظهور حکومت ملی در آسیا، هند 1948 میلادی، چین 1949 میلادی و چند نقطه حالی از امید برانگیخته بود که ایران با تکیه بر پایگاه مردمی و استفاده از درآمد نفت به چنان قدرتی دست یابد که ارتجاع درباری و مذهبی را شاهمات سازد و با استفاده از اختلاف منافع قدرت های بزرگ انگلیس آمریکا و شوروی به جایگاه شایسته‌ای در سطح جهانی دست یابد اما این همه بدان بستگی داشت که حکومت سیاسی بتواند با اقدام جدی در راستای منافع ملی و انسجام دموکراسی گام به گام اعتماد اکثریت مردم را به سوی خود جلب کند و نفوذ ملایان بر امت را در هم شکند با تمایل شاه جوان دموکرات که با این شعار سلطنت خود را آغاز کرده بود که پادشاهی بر یک کشور عقب مانده افتخاری نیست کوشش اولیه در این راه به آسانی انجام شد. 18 مهر 1328 پس از انتخابات دوره 16 هم مصدق با دستاویز کردن تقلبات وسیع در این انتخابات برای تشکیل مجلسی که قرارداد جدید نفت را تصویب کند با ارباب جراید نشستی داشت و در همین جلسه پیشنهادی برای تحسن و آزادی خواهان با هدف اعتراض به جریان انتخابات ارائه شد که نسبت به دان دو نظریه وجود داشت گروهی از جمله های ریزاده و مکی تحسن در حضرت عبدالعظیم را پیشنهاد می کردند و گروه دیگر از جمله دکتر مصدق و دکتر بقایی عقیده داشتند باید به دربار رفت و از شاه برای تضمین آزادی انتخابات مدد خواست تحسن سه روز ادامه یافت و در همانجا جبهه ملی تولد یافت خاننده نکته بین متوجه است دو ویژگی سبب شد که این اتفاق ساده موجد بزرگترین حرکت ملی در تاریخ معاصر ایران گردد نخست آنکه پیشگام این حرکت دکتر محمد مصدق از جمله دولت مردان ایرانی در جناه مترقی دربار بود که نیم قرنی با پیگیری و صداقتی میهن دوستانه در راه تحکیم ویژگی ملی و مشروطگی حکومت کشیده بود و دیگران که این جنبش در همان گام نخست با رد پیشنهاد تحسن در شاه عبدالعظیم و تکی بر محور ملت و دولت از خدمت به قدرت یابی رهبری مذهبی سر باز زد شخص دکتر مصدق رهبر و محرک جبهه ملی بر این مدار بود و نه تنها در طول مبارزت خود حاضر به تظاهر مذهبی برای جلب نظر توده نشد بلکه حتی از لفاظی شهادت طلبانه نیز بیزار بود اما نفوذ شیعهگری و قدرت ملایان بیش از آن بود که به این ویژگی ارزشمند فرصت تنفس بدهد از همان ابتدا معممان و مکلایان شیعه زده چنان مصدق را محاصره کردند که به زودی تفرقه جویی تفرق افکنی و جاه طلبی سکه رایج جبهه ملی شد کم کم راستی و درستی کردار و رفتار مصدق چندان در پس پرده ای از حیاهو و قوقا پنهان ماند که نیروی جاذبه وی برای پایگاه مردمی جنبش ملی از دست رفت نه تنها اکثریت 19 نفر عضو مؤسس جبهه ملی را امامه به سران تشکیل میدادند که همکاری با رهبری شیعه به نمایندگی آیت الله کاشانی به اهرم قدرت یابی نوین ملایان بدل گشت. در باری کاشانی طرف معاملی رهبری شیعه با دولت همین بس که هرچند تا این زمان هنوز به ردیف اول ملایان تعلق نداشت فعالیتهای سیاسی او لیاقت او برای رسیدن به این ردیف را توجیه می کرد. با آنکه در درخواست از رزاخان برای پذیرش سلطنت دقش فعالی داشت پس از در افتادن رزاشاه با رهبری شیعه در نجف مدرسه علوی را تأسیس کرد که آموزش نظامی نیز جزء برنامه های درسی آن بود و پس از آنکه دو سال 1322-1324 شمسی به جرم جاسوسی برای آلمان در بازداشت بریتانیایی ها بود تا سال 1327 شمسی رهبری فدائیان اسلام را بر داشت و به همین سبب نیز پس از واقعی تیراندازی به شاه به علت سوء همکاری در این امر به بیروت تبعید شده بود همکاری چنین کسی با جبهه ملی اگر جز در خدمت قدرتیابی ملایان می بود جای شگفتی بود آیت الله کاشانی در خفا به مصدق برای پیاف کندن یک نظام اسلامی فشار می آورد و در ظاهر نیست کاشانی دولتی در دولت مصدق تشکیل داده بود خانه آقا در پامنار از یک وزارتخانه فعالتر بود آقازاده ها و میرزاها و روزی برها از صبح تا شام کارچاق کنی می کردند کاشانی زیر دهها و صد ها توصیه می خورد و در هر ماه یک گونی توصیه به سر وزارتخانه می ریخ. با اختلافهایی که بروز کرده بود مصدق دستور داد توصیه های آقا را جمع کنند این ضربتی بود به جاه طلبی آیت الله کاشانی که جدایی او را از مصدق جلو انداخت اما پیش از آن که به این جدایی برسیم به طرف دیگر برخورد جبهه ملی یعنی دربار نیز نگاهی بیفکنیم. رابطه شاه جوان با مصدق بر همان بنیانی برقرار بود که ناصر دین شاه امیر کبیر را و مزفر دین شاه امین و را برگزیده بودند. نه تنها انتخاب مصدق به نخست وزیری دلیل تاریخی کافی بر تمایل شاه به برقراری حکومت مشروطه و ملی شدن صنعت نفت بود بلکه دگردیسی او را از هر نظر میتوان با دگردیسی منفی شاهان پیشین مقایسه کرد از ورای آنچه رسول مهربان از موضع چپ در این باره نوشته است میتوان فرصت تاریخی فراهم آمده در ماهای پیش از کودتا را دریافت. در دو ماه تیر و مرداد سی و دربار شاه مورد حمله و تعرض و گاه کنترل نیروهای مترقی قرار داشت. بر کناری حسین علا ضربه ای به شاه بود حتی در بین افسران گارد شاهنشاهی شاه خود را ایمن نمی دید. همه این عوامل موجب ترس و جبن و وحشت شاه شد. چیزی باقی نمانده بود که شاه تسلیم مصدق شود همه واقعیت تاریخی بر این دلالت دارند که محمد رضا شاه همچنان که در طول دوازده سال گذشته در مجموع بر پایه ی قانون اساسی کشور سلطنت کرده بود در صورتی که ادامه سلطنت خود را تأمین شده میافت از مقابله با جناح ارتجاعی دربار ابایی نداشت اما همان مکانیزمی که محمد علی شاه مشروط طلب را به سوی ضد انقلاب مذهبی سوق داد و به به توب بستن مجلس وادار ساخت این بار نیز هرچند با پیچیدگی بیشتر اما به همان سرعت به کار افتاد پس از وقایع سی تیر 1331 شمسی که مصدق با پشتیبانی مردم برای بار دوم به نخست وزیری رسید با آنکه کاشانی نیز به ریاست مجلس دست یافت دیگر برای رهبری شیعه روشن شده بود مصدقی که اعلام کرده بود من نه نخست وزیر مجلسم و نه نخست وزیر شاه من نخست وزیر ملتم آن کسی نبود که در راه برقراری حکومت اسلام قدم بردارد این بود که به یک بار ورق برگشت و پشتیبانی رهبری شیعه از او خاتمه یافت. مادامی که آیت الله کاشانی با مصدق همکاری میکرد، عناصر مذهبی به خصوص بازاریان چشم به مصدق دوخته بودند. ولی پس از جدایی کاشانی از مصدق، یک بار حیثیت او در پیش اکثریت قاطع بازاریان نیز از بین رفت. البته تا پایان سال 1331 هنوز رهبری شیعه امیدوار بود که مصدق را به راه آورد و عدم پشتیبانی از او را باید بیشتر به با عنوان اهرم اعمال فشار تلقی کرد تا کوششی برای براندازی از سوی دیگر مصدق با پافشاری بر منافع ملی امید داشت حمایت جناح مترقی جامعه را چندان جلب کند که نیازی به پشتیبانی امت نداشته باشد. اما درست موفقیت در اعمال همین خط مشی زنگ خطر را برای رهبری شیعه به صدا در و کارزار دسیسه و تبلیغ برای سرنگونی مصدق به کار افتاد. از اول ماه مبارک رمضان شیخ محمد تهرانی رئیس هیئت قائمیه تهران علیه دولت به منبر رفت و این هیئت که بعدها با هیئت مهدوی یکی شد و به صورت انجمن حجتی در درآمد از مراکز توطعه علیه دولت مصدق گردید هیئت قائمیه و چند محفل مذهبی به نام انصار الائمه و جمعیت های معتلفه اسلامی اعلامیه ای تحت عنوان طوفان خشم علیه دکتر مصدق منتشر کردند که در همین روزنامه های مخالف دولت منتشر شد از سوی دیگر جناه ارتجای دربار نیز فرصت یافت تا با دستیس چینی و تبلیغات ضد کمونیستی شاه را زیر فشار بگذارد که بقای مصدق راه را برای کودتای کمونیستی خواهد گشود و بسات سلطنت را به کلی از بین خواهد برد. در این میان خیانت نزدیکان مصدق از برندگی خاصی برخوردار شد از دوازده نفری که به نام نوایندگان جبهه ملی زنده باد مصدق گویان به مجلس رفتند 1330 شمسی ظرف مدت کمتر از شش ماه شش نفر آنان به مصدق و نهست ملی آنچنان خنجری زدند که هنوز برق آن میدرخشد مکی و بقایی و های ریزاده و قنات آبادی لات چاقوکش اربدجو در کسوت روحانیت به پشتیبانی از آیت الله کاشانی به مصدق پشت کردند و پیش برد این روند به انجامید که مصدق در حالی که هنوز محبوب و هنوز نخوز وزیر بود پیروانی نداشت و همیان کاشانی دیگر در دسترس نبودند در چنین شرایطی کاملا طبیعی می نمود که برای شاه روشن شود با حمایت از مصدق همچون او راه زبال خواهد پیمود و بقای وی بر تخت سلطنت منوط به جلب پشتیبانی رهبری مذهبی است و دیگر هیچ خواننده متوجه است که نقش جریان چپ در رویدادهای سال 1332 چندان تعیین کننده ارزیابی نمی شود زیرا در پیکره تاریخی آن دوران حزب توده را در کشاکش میان دولت، دربار، و رهبری مذهبی باید در خدمت ارتجاع مذهبی دانست چنانکه کوشش چپ برای تضعیف حکومت مصدق دست او را از سالها پیش در دست رهبری شیعه گذاشته بود حزب توده ایران از فدایان اسلام دعوت کرد کمیته ای بر ضد حکومت نظامی تشکیل شود بگذاریم دشمنی رهبری مذهبی با مصدق امت که سهل است مردم ایران را نیز از پشتیبانی از او به وحشت میانداخت کاشانی یک ماه پیش از کودتا ضربه مرگاوری بر دولت مصدق وارد آورد او طی اعلامیه ای که در همین روزنامه های مخالف دولت و همچنین کیهان و اطلاعات چاپ شد اعلام کرد مملکت ایران گرفتار مردی است که نقاب تزویر آزادی خواهی زده است در حالی که عوام فریب و دیکتاتور است پنجاه سال است که برای دیکتاتور شدن زمین چینی کرده است و اکنون یاقی و تاقی است و به خیال خداوندگاری افتاده است و مستحق چوبه دار است و به بدنامی سقوط کرده است با اینکه توجه ما محدود به حرکت اجتماعی و سیاسی در درون ایران است با این همه در اینجا ناگزیر به این اشاره هستیم که در نتیجه جنگ جهانی دوم آمریکا به مقام ابرقدرت جهانی عروج کرد و انگلیس جنگ زده رفته رفته از مواضع قدرت سیاسی و اقتصادی خود به عقب رانده میشد با این تفاوت که آمریکاییان هنوز به تجربه و شناخت سیاست خارجی انگلیس به ویژه در مورد ایران دست نیافته بودند این بود که رهبری شیعه برای جانشین ساختن یار دیرین به فعالیت و تظاهر نیز نیاز داشت. روز عید فطر سی خرداد سی و دو کاشانی در مسجد شاه اعلام برگزاری نماز کرد. همه کسانی که در حوادث نهم اسفند آتش بیار مرکه بودند در این نماز شرکت کردند. به نوشته روزنامه کیهان از این مراسم توسط فیلمبرداران خارجی فیلمبرداری شد و دیروز که حضرت آیت الله کاشانی در منزل ییلاقی خود در شمیران استراحت کرده بودند فیلم را برای اجازه پخش به حضورشان بردند و پس از موافقت آیت الله امروز به آمریکا فرستاده شد به این ترتیب نه تنها به شاه بلکه به آمریکاییان نیز تفهیم میشد که پیشگیری از تحول بنیادین در ایران مستلزم اعتلافی جدید با رهبری مذهبی است تلگراف آیت الله بروجردی روحانی ترز اول به شاه در روم نشانه پایان معامله انجام شده و آغاز عملیات کودتا بود از خداوند متعال حفظ دودمان شما را مسئلت می نمایم. بین شاه و روحانیت قم معاملی صورت گرفته بود به این معنی که آنها در قبال اقداماتی مانند سرکوبی جنبش ملی ساکت مانند در مقابل دربار یک محیط عمد و آسایش برای روحانیون فراهم آورد البته پیش شرط انجام این معامله که اباد بسیار گسترده تر داشت این بود که شاه با توسل به زور و احتمالا کشتار به تخت سلطنت بازگردد و مانند شاهان پیشین آن قطب زورگو و مستبدی را تشکیل دهد که پیش از این نیز تداوم قدرت ملایان را ممکن ساخته بود. شوخی تاریخان که محمد رضا شاه جوان در اروپا تحصیل کرده پیش از آن چندان دموکراتمنش و قانونی رفتار کرده بود که نشان دادن چهره مثبت خونخوار به سادگی از او بر نمی آمد و می بایست در برخوردهای آتی در این نقش تاریخی فرو برود. در هر حال پیکر پردازی تاریخی کودت های 28 مرداد را چنان روشن می کند که تبدیل به اتفاقی ساده می شود. پس از معاملهی که صورت گرفته بود، بر این مبنا که حتی رهبری شیعه نیروی ضربت خود اوباش را به کودتاگران قرض دهد نیز چندان نیازی نبود زیرا همچون روز به توپ بستن مجلس در نیم قرن پیشتر از همه آن جنبش ملی تنها خانه مصدق ستاد مقاومت باقی مانده بود و هیچ گزارشی از این جمله سرهنگ نجاتی محافظ این خانه درباره اوزا گویاتر نیست که گفت ما قطره ای در مقابل دریا بودیم آری از دیدگاه تاریخ ایران هر چند شکست جنبش ملی تراژدی مکرری را یک بار دیگر تکرار می کرد همین که مصدق در این آوردگاه با شناخت عمیق از توازن قوای سیاسی مردم ایران را به مقاومتی محکوم به شکست و خونبار مانند اندونزی در 1965 میلادی فرا خواند کافی است تا او را در کنار بزرگ مردان تاریخ ایران قرار دهد برای دریافت این داوری نامعنوس لازم است کمی عمیقتر به موضوع بنگریم پرسیدنیست اگر مصدق بر قدرت عظیم رهبری امت و پایگاه متزلزل حکومت سیاسی بدین نیکی آگاهی داشت اصلا از چه رو به میدان گام گذاشت و امیدها برانگیخت و تازه در ابتدا بر پشتیبانی رهبری شیعه متکی شد این چیستان را تنها با استفاده از پیکر پردازی تاریخی میتوان آشکار کرد پیش از این در بررسی نیروها و مکانیزم انقلاب مشروطه دریافتیم که یحیی دولت آبادی در زمان اوجگیری قدرت ملایان و تضعیف دربار قدم به میان نهاد تا بر موج قدرت طلبی رهبری مذهبی حکومت سیاسی را به گام برداشتن در راستای منافع و خواست مردم ایران وادار سازد. نه تنها رابطه دوستی نزدیک مصدق با دولت آبادی توی پرانتز مرگ به سال 1318 شمسی بلکه آرایش نیروها در مرحله پایانی دهه 20 معید این داوری است که مصدق نیز کوشید تا قدرت و فشار رهبری مذهبی را در راستای زیر فشار گذاردن دربار به کار گیرد در این میان پیروزی سریع و چرخش مثبت در مرحله نخست انقلاب مشروطه و در سال اول فعالیت جبهه ملی بیانگر جرفندیشی و کاردانی این دو پیشوای مردم ایران است و مسخ و سپس شکست انقلاب مشروطه و جنبش ملی نیز ناشی از قدرت ضد انقلابی رهبری شیعه بود که دیر یا زود با حمله بر نیروی انقلابی دربار را به اعتلاف با خود مجبور می ساخت. درستی این داوری هنگامی روشنتر می شود که تصور رود در صورت نبود عمل تاریخی این دو دولت مرد ایرانی تنها شقی که به جا می مان در همشکستن دربار در مقابل حملات فضاینده رهبری مذهبی بود و برقراری حکومت اسلامی از سوی دیگر شیعه زدگانی که شکست جنبش ملی را سرمایه سیاسی کرده اند باید جوابگو باشند که در صورت پیروزی مصدق و نیروی پشتیبان او مرحله بعدی تاریخی ایران چه می بود؟ آیا مصدق در جهت برآوردن منافع ملایان گام بر و یا آنکه با اقدام در جهت دموکراسی اجتماعی حکومت قانون و دفاع از منافع ملی ایران ناگزیر در مقابل پایگاه حکومت مذهبی قرار می گرفت شکی نیست که مثلا دفاع از آزادی زنان و اقلیت‌های دینی او را دیر یا زود به مقابل با رهبری شیعه می کشند و همان سرنوشتی را پیشاروی او قرار می داد. که در طول یک قرن پیش از این همه دولت مردان میهن دوست ایرانی و چرا نگوییم شاهان ایران بدان دوچار آمده بودند. کسانی که در دفاع از امیر و مصدقها بر شاهان مستبد ایران تاخته اند اگر یک بار از خود میپرسیدند که امیرکبیر یا مصدق در صورت موفقیت در کار خود با چه واکنشی از سوی روحانیت روبرو میشدند شاید این را نیز می میافتند که در درجه اول قدرت واپسگرای رهبری مذهبی عامل تعیین کننده ای بود که از ناصرالدین شاه تا محمد رضا شاه استبداد را برای حفظ قدرت اجتناب ناپذیر ساخته بود از سوی دیگر خرد تدبیر و اقدام هم دوستانه همین دولت مردان در پایگاه حکومت سیاسی از امیر کبی تا مصدق و امین و دولت تا دولت آبادی بود که به نمایندگی از قطب ملی ایرانی از برقراری حکومت اسلامی بسیار پیشتر از آن که رخ داد جلوگیری کرد و حتی به پیش رفت هر چند سطحی و گذرا در ایران یک قرن و نیم گذشته میدان داد شکست آنان شکست ایرانیانی است که در صورت نبود پایگاه ارتجاع کور مذهبی در هر یک از این مراحل می توانستند کشور را به پای پیشرفته ترین جوامع دنیا برسانند کسانی که این سازوکار تاریخ معاصر ایران از جنبش بابی تا جنبش ملی را در نیابند خواه یا ناخواه در جبهه ارتجاع مذهبی قرار می گیرند نگفته نگذاریم که مصدق به عنوان متفکر اجتماعی توی پرانتز چهری که به کلی در مورد او ناشناخته مانده پرانتز بسته کاملا بر ماهیت تاریخ معاصر ایران آگاه بود چنانکه که در خاطرات و تعلمات خود می نویسد اگر مشروط هم روی یک زمینه و سوابقی نصیب ما شده بود مملکت می توانست از اشخاص مطلع بر رژیم استفاده کند گویندگان کسانی بودند که چندی به خارج رفته جریان مشروطه را از دور دیده و معلوماتی جز یک اطلاعات سطحی با خود به ایران نیاورده بودند و دیگران حتی نام مشروطه را هم نشنیده و بین استبداد و مشروطه فرقی نمی گذاشتند. آیا زمینه و سوابق برای انقلاب مشروطه جز این می توانست باشد؟ که تسلط متولیان اسلام در هم شکسته شود و این مهم امکان نداشت جز با پیروزی رفرم دینی چون که دیدیم در این دوران نیز کشاکش سیاسی تضاد میان دو قطب ایرانی و اسلامی در عمق جامعه را بازتاب می‌داد و بدون شناخت این تضاد و مرحله رشد آن درک فراز و و چرخش های ناگاهانی ناممکن است. از سوی دیگر، پیچیدگی فضاینده جامعه و برآمدن پدیده های بینابینی و مرزهای اجتماعی و فرهنگی مختوش شناخت این تضاد را مشکل می سازد. این است که با نگاهی به فرهنگ اجتماعی در این دوران خواهیم کوشید نارسایی بررسی اوضاع سیاسی را تا حدی جبران کنیم. شناخت درست فرهنگ اجتماعی در نیم قرن اخیر از این نظر دارای اهمیت تعیین کننده است که دامنی نفوذ مذهب مسلط ظاهرا از حیات اجتماعی ایران پاپس می نهاد و دیگر دست کم در شهرهای بزرگ صدای معزن تعیین کننده آغاز زندگی روزانه نبود حالان که می دانیم عقب نشینی ملها نه از قدرت و نفوذ کلی پایگاه حکومت مذهبی کاسته بود و نه برای برآمدن جامعه ای مدر، آگاه و کوشا صورت پذیرفته بود. با این همه این عقب نشینی بدین توهم دامن میزد که گسترش مظاهر نوین زندگی آنچرا که جنبش های مردم ایران در تقابل با متولیان اسلام هدف داشتند رفته رفته حاصل خواهد کرد. سخن گفتن درباره پیامد فاجعه انگیز این توهم هدف این بررسی نیست مهمتر آن است که ببینیم پاپس گذاشتن فرهنگ مذهبی در قبال رشد کدام فرهنگ اجتماعی صورت گرفته بود چون عمیقتر بنگریم این عقب نشینی به رشد دو نسخه بدل از همان فرهنگ مذهبی انجامیده بود لومپنیزم و چپ لومپنیزم مبارزه متولیان اسلام با فحشا و منکرات به موازات مبارزه سیاسی برای کسب و حفظ قدرت هزار سال از حدودن بعد فرهنگی تسلط اسلام بر جامعه ایرانی را تعیین کرده است. این مبارزه که در ادبیات فارسی نیز بازتاب یافته است به موازات کاستن از قدرت خلفا برای متولیان اسلام بسیار زود به مبارزه ای حیاتی بدل گشت نهی از منکر و امر به معروف به جای اینکه روی کردی برای پیشگیری از بدکاری باشد اعمال قدرت و توجیه کننده ی تسلط آنان در این درازدای تاریخ خفت ایرانیان بوده است به دین سبب نیست قدرت قطب شریعت همواره با دامنه فحشا بدی متناسب بوده است از اسفهان شیعه زره دوران صفوی که فاحشه آن به روایت تاریخی پنج هزار زن را در خود جای میداد تا فساد فزاینده در دوران پهلوی رشد سرطانی لومپنیسم پدیده قانونمندی است ناشی از تسلط فرهنگ مذهبی که گناه و ثواب را دو جنبه تفکیک ناپذیر از عمل انسان اعلام می کند و همه لذات روحی و جسمی را گناه می انگارد. آنجا که این فرهنگ ظاهرا تضعیف شده باشد خود را به صورت خوشباشی، لاعبالیگری و بدفکری نشان می دهد. این همه درد جوامه است که راه روشنگری ضد مذهبی را در ابعاد آگاهانه نپیموده اند و در واقع ضعف ناشی از سر همین روشنگری و پیشگیری از شرکت نیروهای بالنده در حیات اجتماعی است که به صورت لومپنیزم خود را نشان می دهد. که در مرحله پایانی دوران پهلوی پس از آنکه کوشش برای احیای ایران باستان به مذهکه ای بدل شده بود، حکومت سیاسی نیز کوشید بر موج فراگیر لومپنیزم سوار شود. در این بره لومپنیزم شمدان جامعه ایرانی را فرا گرفته بود که حتی کوشش های برخی روشن فکران در راسته مقابل با آن خود به گسترش آن کمک می کرد. در این بار عرصه پجوهش های اجتماعی همچنان خالی است. از این رو تنها به این اکتفا می کنیم که لومپنیزم در جوامع متعادل خصلت تنها یک قشر اجتماعی مرکب از وازدگان اقشار دیگر است و به شکل طبیعی هر قشر و طبقه دیگر ویژگی های فرهنگی خاص خود را دارد در حالی که در ایران یکی هم به سبب رشد وسیع لومپنیزم نه تنها طبقات اجتماعی به تبلور و انسجام فرهنگی نوینی دست نیافتند که این ضد فرهنگ به موازات مذهب مسلط به فرهنگ فراگیر اجتماعی بدل شد در نظر اول لومپنیزم به عنوان شبه فرهنگی که موازین مذهبی را رعایت نمی کند ممکن است به کوششی برای رهایی از مذهب خفقانآور تلقی گردد اما چون عمیق‌تر بنگریم این دو همزاد یکدیگرند و هر دو در تقابل با هر نوع فرهنگ مدنی این خصلت ذاتی مذهب خودکامه است که انسان را به نوسان میان خدایی و شیطانی وامی دارد بدین سبب برای فرد و جامعه ای که گریبانش به ریسمان خودکامگی مذهبی گرفتار آمده هر کوشش و کششی مگر نفی آن در نهایت به خفقان معنوی می انجامد با شناخت رابطه متقابل نفوذ مذهب خودکامه و لومپنیزم به جامعه ایرانی در دوران پهلوی بنگریم تا دریابیم عقب نشینی محدود اولی به سود رشد سرطانی دومی در برایند مجالی برای رشد و گسترش فرهنگ انسانی و ایرانی بر جای نمی گذاشت. با این همه این نیز قابل انکار نیست که در برابر این نفوذ دو فرهنگ مدنی نیز از کوشش باز نایستاده بود و گسترش رابطه با جهان خارج و رسوخ مظاهر مدنیت جدید برای قطب ایرانی فرصت نوینی فراهم آورده بود تا به فرهنگ و مدنیت ایرانی اتکا کند. چون از این سو به جامعه ایرانی بنگریم، به حقیقت نیست قشر بزرگی از ایرانیان کوشا، سرفراز و خوشبین به آیندهای درخشان را میابیم که وجود آن در هر جامعه دیگری روند پیشرفت همه جانبه و شتابان به سوی جامعه مدنی و مدرن را تضمین می کند. اما چنان که تا مغز استخوان احساس کردیم، این قشر عظیم به پیشگامی اندیش ورزان، هنرمندان و دانشمندان در مقابل قطب ارتجاع فلج کننده از ایفای نقش تاریخی خود باز مانده. از صادق هدایت و نیمایوشیج تا محسن هشت رودی و محمد باقر حشیار و از امیر حسین آریانپور و پرویز شهریاری تا پرویز ناتل خانلری و امین الله حسین با لشکری از کوشندگان روبروییم که استعداد فراملی آنان در کوران فرسایش معنوی ناشکفته مانده. این فرسایش؟ که ظاهرا در میان قشری بر کنار از امت شیعه صورت می گرفت به طور عمده ناشی از تسلط فرهنگ چپ بر قشر تحصیل کرده ایرانی بود بدین سبب نیز ناگزیر این بار دیگر از جریان چپ و این بار نه به با عنوان جریان اجتماعی سیاسی بلکه به عنوان پایگاه فرهنگی سخن گوییم